برنامه سرخ سرخو نگاه میکنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی مریم نمازی هم. و من فریبوز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با خشونت علیه کودکان صحبت میکنیم و در این رابطه مصاحبه ای داریم با فریده ای آرمان فعال حقوق کودکان اخبار شوکه آور از افغانستان و آزاد شدن شخصی که باعث و بانی کشتن فرخونده بوده در فتوای احمقانه این هفته از مالزیس و اینکه زنان باید لباسهای با افت بپوشن که احترام بذارند به مسلمان‌ها موضوع اعتراض این هفته در رابطه با آتنای دامیه فعال حقوق و کودک در ایران که به 14 سال زندانی محکوم شده خبر خوب اما از ایران لغو اعدام حکم اعدام سهیل عربی است و این خبر خیلی خوبی که برای شما داریم یه بخش جدیدی در برنامه داریم به نام گوشه ای از زندگی و در زم به سؤال یکی از عزیزان مون که با همون تماس گرفته در رابطه با اسم برنامه چرا اسمش نان و گل سرخه به این سوال پاسخ خواهیم داد و خب به خاطر اینکه رمزانه در زم جوکای خیلی خوبی که شنیدیم و براتون دوباره میگیم با ما باشید بنا به گفته یونیسف از هر ده کودک در دنیا یکی از آنها در منطقه جنگی زندگی میکند اما هر پنج دقیقه یک کودک در مناطق غیر جنگی در نتیجه خشونت کشته میشود فقر شرایط خشونتبار زندگی کودکان را محتمل تر می کند. ملیون ها کودک در خانه، مدرسه و محله های زندگی خود احساس امنیت نمی کنند. کودکانی که مورد خشونت قرار می گیرند، همانند سربازانی که در جبهه جنگ بودند، سی درصد احتمال بروز دراز مدت استرس روحی و روانی را دارا می باشند. فقط در یک کشور دنیا منع خشونت علیه کودکان به قانون تبدیل شده است. ما شدیداً به دنیای امتری برای کودکان نیاز داریم وقتی به آمار خشونت علیه کودکان نگاه میکنیم چیزی که برای من واقعا شکه آوره اینه که اکثر خشونتی که صورت میگیره خارج از منطقه جنگه یعنی توی جاهایی که واقعا کودک بعد احساس امنیت کنه توی خونه یا مدرسه یا توی محل زندگیش واقعا به نظرم خشونت علیه کودکان یه نوع اپیدمی جهانیه دقیقاً و این توی خیلی از کشورهایی که قوانینی در دفاع از حقوق کودک وجود نداره به نرم تبدیل یعنی که خیلی طبیعی مردم قبول میکنن در کشورهایی که قوانین در دفاع از حقوق کودک هست و بله بازم اینو ما میتونیم مثلا سیاستهایی هست قوانینی هست ولی اونا همش وقتی نگاه میکنیم میبینید تیک هایی هست و به طور مرتب این خشونت بر علیه کودک با میشه تو جامعه هم جرنت مذهبی این کارو میکنن نفوذ جرنت مذهبی هم جرنت ارتجایی که حقوق کودک رو به رسمیت نمیشناسن و به شرایط خیلی خشن جامعه اینا تحت شرع این شرایط قرار می گیرن و ام امکانی رو وجود میاره که کودکان زندگی آروم و امنی نداشته باشن و خب میبینیم هم در حالی که برای مثال تو انگلیس خب قوانین خیلی سفت و سختی هست از دفاع از کودکان ولی میبینیم که چجوری کلا امکاناتی که دولت داره میره به کمک به واقعا طبقه حاکم و خیلی از بودجه ها برای کمک به کودکان برای جلوگیری از خشونت از بین رفته یا قطع میشه و به همین دلیل هم میبینیم که چیزایی که خیلی با, خیلی با راحتی خیلی سریع میشد جلوش گرفت همینطوری ادامه داره دقیقا قوانینش هست سیاستاش هست معلومه چطور میشه جلوی اینو گرفت ولی انجام, نمیشه و این توی کشورهای به اصطلاح جهان سوم کشورهایی که قو... قوانین دفاع از حقوق کودک رسمی نیست خیلی وسیع یه موضوعی که خیلی جالبه و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که خوشونت بر علیه کودکان کاملا مقدار خیلی زیادی به خشونت علیه زنان ربط داره و وابسته است و 50 درصد از ام، 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 در کرایم جر، جنایت هایی که, که... که خشونت آمیزه 50 درصدشون بر علیه زناست و اکثر اینا بچه ها توش هستن و تاثیر روحی روانی که روی بچه ها هست به شدت بالاست یه, یه چیزی دارد. که در رابطه خشونت هست اینه که فقط فیزیکی نیست میتونه روحی باشه مثلا یه بخش بزرگ خشونت علیه کودکان تو خود چیز مجازی صورت میگیره تو اینترنت صورت میگیره و این نکته مهمیه که این رابطه بین خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان الان بریم سراغ مصاحبه ای که فریبرز چند وقت پیش با فریده آرمان انجام داد و فریده خیلی خوب توضیح میده که چجوری این دوتا به هم وابستن چه نقشی دارند و تاثیرات واقعا اصفناکی که خشونت علیه زنان روی کودکان به وجود میارن با ما باشید فریده آرمان به برنامه نانگل سرخ خوش آمدید مرسی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید میخواستم در رابطه با کتابی رو که اخیرا منتشر کردین در رابطه با خشونت و اهل زنان در سوئد با ما صحبت کنیم انجمن ما که اسمش هستش انجمن حقوق زن در کشور سوئد یه انجمن سراسری کتابی رو منتشر کرد که این مصاحبه هست با یازده تا زن که مورد خشونت واقع شدن و در مورد خشونت پنهان پنهانی که وجود داره نسبت به زنان و بچه ها در این کتاب این مصاحبه صورت گرفته و خیلی این کتاب مورد توجه قرار گرفت برای اینکه اون چیز اون حرف های ناگفته این زنا از طریق این کتاب بیرون اومد و به گوش جامعه رسیدش ف... یک جنبه اه... که کار شما ت... توجه کرده بهش مسئله وضعیت کودکان اه در این قضیه است و اینکه شما تو این مسئله چه کار کردید. یه چیزی که به نظرم خیلی شاید بهش توجهی میشه یا کم توجهی میشه مسئله ای کودکانی که شاهد شاهد هستند به ویژه خشونت تو رابطه نزدیکی پدر یا پدر مادر رو میزنه و این بچه شاهد این هستش و تو اکثر خانواده هایی که خشونت نسبت به زن وجود داره خشونت نسبت به بچه هم وجود داره و آسیبی که ولی یه آدم بزرگ میدونین خیلی میتونه راحت تر از پس یه ماجرایی بر بیاد از یه مشکلی که وجود داره بالاخره یه آدمی که شکل گرفته فکرش جسمش همه چی شکل گرفته ولی یه بچه هنوز داره شکل میگیره و این قضیه یه همچین خشونتی و یه همچین وضعیت ناامنی میتونه تو تمام زندگی آینده این بچه تاثیر بذاره و و این این بچه ها خیلی به شکل عجیبی یعنی خیلی از اینا میبینین خودشون تو بزرگی خودشون خشونت به خرج میدن نسبت به رابطه ای که دارن یا دست به خودکشی میزنن دچار بیماری های روحی میشن و کابوس میبینن و یه مجموعه مشکلاتی هستش که این بچه ها دارن و جامعه خیلی حداقل تو جامعه سوئد وقتی من دارم میگم که من خودم توی زندگی میکنم امکانات زیادی برای دادن به کمک به زنایی که مورد خشونت واقع میشن وجود داره و این زنها دست بچهشون رو میگیرن و میان توی این خونه های ام بدون اینکه خیلی توجه بشه به وضعیت این بچه ها. چه بلایی داره سر این بچه میادش این موضوع که سعی کردیم ما بهش توجه کنیم و توجه جامعه را بهش جلب کنیم جامعه سعود نسبت به این وضعیت کودکانی که در محیط خشونت دار در واقع بزرگ میشن برخورد میکنن چه سیستم و اکسل عمل نشون داده یا اینکه امکاناتی دارن داره. این ظاهرا خیلی توجه میشه ظاهرش ولی بیشتر وقتی نگاه میکنی تو عمل چون من خودم توی ارتباط نزدیکی هستم با خونه های امن ما، سازمان ما خونه امن نداره ولی بیشتر سعی میکنه به زنانی که تو خونه های امن هستن بعد از اینکه اون قدم رو بر میدارن که همسرشون رو به پلیس رجوع کنن یا به مراجع دولتی رجوع کنن و بگن شوهرم منو میزنه بعد از این مرحله کمکایی که صورت میگیره اینطوری ای که اول زن رو سعی میکنن ببینن اگه بدنش آسیبی دیده زخمی شده یا بالاخرهش دست باش شکسته چیزی اول بهش کمک درمانی بدن و بعد از اون خونه درش بیارن ببرنش به یه جای امنی که مخفیه و مرده نتونه بهش دسترسی پیدا بکنه اگه زن شکایت بکنه که خب شاید مردرم ببرن دادگاه و پلیس و بالاخره زندان و این چیزا ولی این وسط می‌بینیم مادر دست بچه رو میگیره از اینجا به این از این خونه به اون خونه از این وضعیت مادر حالش خودش خوب نیست به خاطر اینکه بالاخره یه آدم تو ترس زندگی کردن آسون نیست خیلی فشار روحی زیادی میذاره آدم همه زندگیش به هم خورده خونه از زندگی همه چی بعضی اوقات اونایی که مورد خشونت ناموسی قرار می‌گیرن حتی اینطوریه که از خانواده خودش از تا فامیلش تمام روابطش حتی کنده میشه یعنی یهو یه زن میمونه ایزوله با بچهش و یه جامعه ای که نمیشناسه و غریبه از توش و این خیلی سخته این فشار مستقیما به بچه و به رویه بچه منتقل میشه تازه خیلی از این بچه ها نه تنها شاهد خشونت بودن بلکه خودشون هم مورد خشونت واقع شدن از طرف پدرشون اینا و اینجاست که جامعه سویت توجه خیلی زیادی نمیکنه به این بچه ها و سازمان ما سعی کرده این خله رو یه جورایی پر بکنه و ما خونه ام گفتم نداریم ولی سعی میکنیم این بچه ها یه این دوره سخت رو با یه اکتیویته و با یه فعالیت هایی به راحت تر از سر بگذرونن رابطه شون با مادرشون خوب بشه مادر یه استراحت یه فعالیت هایی بکنه که یه ذره وضعیت روحی خودش خوب بشه که بتونه مستقیم تاثیر بذاره روی بچه خیلی از بچه هایی که با مادرشون میان پیش ما که از خونه های امن هستن بعد از اینکه مورد خشونت واقع شدن اینا میبینین میدونیم بچه بدنش مایچاش میگیره دستاش پاش گرفتگی مایچه پیدا میکنه به خاطر این فشاری که داره دل درد و سردرد یکی از معمولترین ترین سیمتومای عوارض این ناآرامی بچه هستش و خوابای ترسناک دیدن تو شب داد زدن فریاد زدن بچه احساس ناامنی میکنه همش چسبیده به مادرش به هیچ کس اعتماد نداره و همه چی یعنی این 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 پروسه ادامه پیدا میکنه این وضعیت اگه آدم تو به موقع بهش نرسه و من چیزی که من میخوام بگم اینه که چه به مادرایی که مورد خشونت واقع میشن اگه صدای منو میشنون چه به کسایی که در کار میکنن با زنایی که مورد خشونت واقع شدن و یا ارتباطی دارن اینی که توجهتون و فوکوستون رو بذارین روی بچه بچه هیچ کی رو نداره به جز ما بزرگا بچه هیچ کمکی نداره اگه ما بهش کمک نکنیم این این کچلو کوچولو این بار به این بزرگی رو هم بکنه و ب... زیرش خم میشه زیرش خورد میشه و این وظیفه ما هاست. ما بزرگ هاست انجمن هاست نهاد هاست اکتیویست هاست و تمام نهادهای های دولتی در درجه اول که زیاد توجه نمی کنن متاسفانه ایران که وضعش خرابه اصلا به زنی که مورد خوشنود واقعا میشه کمکی نمی کنه اون باید اصلا اول رژیم رو سرنگون کرد تا بعد آدم برسه به اینکه حقوق زن و بعد حقوق کودک رو بتونه بگیره از این بهش دستیابی پیدا کنه ولی توجه همه باعث به نظرم خیلی فکوس بشه به این بچه هایی که تو این وضعیت هستن میگم یه اتفاقا یه آماری من خوندم خیلی جالب بود گفته بود که روی 500 تا بچه توی ده سال که مادراشون در بر اثر خشونت مرد به زن فوت کرده بودن این بچه ها اکثرا یا خودکشی میکردن یا دچار بیماری های روحی شدید میشدن میگم یعنی حتی تو بزرگ سالی این باشون میادش ببینید این خیلی تکون دهنده است به نظر من به عنوان سوال آخر و کوتاه فکر کنید تاثیر کتابی رو که شما چاپ کردین عکس العمل جامعه به شکل واقعی چی بوده جامعه سعی میکنه یعنی اولا میگم این کتاب خیلی منتشر شد تو روزدامه ها تو روزنامه های مختلف رادیوهای سوئدی و تلویزیون سوئد چه با من چه با دستن این کتاب مصاحبه کردن و میگم یه صدایی از درون بود این کتاب یه صدایی بود که شاید شنیده نمیشد قبلا الان جامعه اینو میشنوه و موظف نسبت بهش واکنش نشون بده سازمان ما تونسته خیلی محبوبیت زیادی کسب کنه و ما پروژه هایی که میدیم برای کمک به این زنان و بچه ها اکثرا با موفقیت پیش میره و خیلی زنایی که تو شرکت میکنن خیلی تاثیرش رو مستقیم میبینن سازمان های زیادی هم دارن میخونن این کتاب و امیدوارم بتونن جامعه توجه بیشتری بکنه بشه با تشکر از شرکت نون برنامه نانگال سرخ مرسی خیلی ممنون اخبار شوکه آور این هفته از افغانستانه و خبر از اینکه در یک دادگاه بسته چندین نفری که حکم اعدام داشتن برای نقششون در کشته شدن فرخونده حکمشون به 20 سال عوض شده خب این به نظرم چیز بدی نیست چون بالاخره اعدام واقعا جنایت جنایت خو... یه نوع جنایت دیگه است ولی واقعا خبر خیلی اسفناک اینه که اون شخص اصلی که باعث شد حمله بشه علیه فرخونده و کشته بشه اون آزاد شده و این همش توی یه دادگاه بسته بدون مطبوعات صورت گرفته خیلی جالبه زمانی که دنیا و خود در افغانستان هم؟ دنیا خبر و... ام... کشته شدن و تصاویر و ویدیوهای کشته شدن فرخوندن رو دید خشم دنیا واقعا آدم ناراحت شدن دنیا منقلب شد و در نتیجه اون دولت افغانستان مجبور شد توی دادگاهی در ملعه آن بذاره باز باشه وکیل آمریکایی برای خانواده فرخونده اومدن و دفاع کردن و تحت فشار افکار عمومی خیلی باز بود و تصمیرهایی که داشتیم میگرفتن به طرف این داشتیم رفت که مردم احساس میکنن یه عدالت امکان داره در کار باشه ولی وقتی دوربینا رفت سر دوربینا رفت یه جای دیگه دوباره برگشتم به همون سیستم اسلامی تصمیم گیری پشت درهای بسته و نتیجهش نبودن عدالت برای فرخانه هست. همیشه اینطوریه یعنی کلا قوانین شرع یعنی ناعدالتی برای زن به خصوص و, و, تمام مردم در, در اون جامعه کودکان حیوانات همه ولی به خصوص علیه زن یعنی این یک جرم واقعا اصفناکی بوده علیه یک زن و یه دلیلی هم که انقدر همه واقعا انزجار خودش رو نشون دادن به خاطر اینکه یک کیس نیست این همیشه داره صورت میگیره تو جوامع این چنانی خیلی اوقات هم از خود دولت و از خود قوانین داره اعمال میشه دقیقا برادر فرخونده توی مصاحبه‌ای که کرده بود بخش فارسی بی بی سی گفته, گفته که این یه شوه یه رو که دولت داره انجام میده ربطی به عدالت برای فرخونده دیگه نداره و این در واقع نشون میده که تمام قوانین تو این جمهوری اسلامی رو نگاه میکنین قوانین شریعه در عربستان سعودی نگاه کنید تمامش پشت درهای بسته است اگه تمام این دادگاه ها رو تو ملای عام تمام دادگاه ها رو در ملای عام و جایی که مردم بتونن ببینن مردم دنیا ببینن چطوری سیستم تصمیم گیری و قوانین چطوریه شوک آور برای دنیا و این نمیتونه دوام بیان. به همین خاطر این قوانین ظالمانهشون رو باید پشت درهای بسته و بدون از چشم مردم انجام بدن یه چیزی که هست خب در خود این کیس فرخونده ما اعتراضات خیلی وسیع تو خود افغانستان هم دیدیم مردان و زنانی که اومدن و دفاع کردن از حقوق زنان و خواهان عدالت بودن این واقعا جنبش واقعا انسانی که وجود داره نباید تنها گذاشت باید کمک کرد که فرخونده عدالت برای فرخونده واقعی باشه و به سرانجام برسه و این یه عدالتیه نه فقط برای کل زنان افغانستان بلکه برای زنان تمام دنیا فتوای احمقانه این هفته از مالزیس و یک امامی که گفته که برای احترام به مسلمونا بقیه باید با حیا و با افت لباس بپوشن که مبادا وقتی دارن تو خیابون میرن نکنه یه هایی بخورن به ما بعد ما رو ببینن خیلی براشون حرامه خوششون نمیاد و عورت هاشون رو گفتم باید بپوشن همه باید عورت ها توضیح عورت از پایین تا بالا گردن دست مو چشم دماغ اینا همه جز اونا میشه بستگی به تعریفشون داره خیلی جالبه معمولا این کارو میکنن وقتی تو قدرت نیستن جریانات اسلامی نه جریانات اسلامی وقتی توی قدرت نیستن میان میگن خب پوشش مسئله خصوصی ها آره. یه ذره زورشون بیشتر میشه میگه خب حالا احترام به ما بذارین دقیقا. وقتی در قدرت قرار میگیرن با اجبار و چوب و چماق به کل جامعه دقیقا. بدون تبعیض اجرا میکنن و خب الان چیزی که شده به خاطر همین بحثایی که داره میشه تو مالزی که قبلا اینطوری نبوده مثلا یه, چند زن رو به خاطر اینکه که مثلا دامنشون یه مقدار کوتاه بوده از نظر اونا مثلا راشون ندادن توی بیمارستان یا توی دادگاه و اون خانمها با سیب مثلا با حوله و اینا حوله اضافه براشون رو بردن بپیچنن دور پاهاشون که بعد برن توی دادگاه و بیمارستان بعد خب یکی از فعالین حقوق زن گفتی که ببخشید این جای عمومه اجازه ندارین به آدما بگین چه لباس بپوشین چه نپوشین خب اسلامی ها که همیشه این کارو میکنن ولی خب بالاخره الان میدونین لطفا با هیا باشین نکنه این ملاحه ناراحت بشه به زانوات هم زیاد و... زان... نه آزان... زن... زانو زانواتون... نزانو... روناتون روناتوناله. موضوع اعتراض این هفته ما در رابطه با آتنای دائمیه که به 14 سال زندان محکوم شده. آتنای دائمی فعال حقوق کودک جرمش این بوده که رفته توی تظاهراتی در دفاع از کودکان کوبانی اعتراض کرده و تظاهرات کرده. و در ضمن گفتن به خاطر داشتن آهنگای مثل مثلا آهنگ شاهین نجفی که فکر کنم همه ایرونیا روی سلفونشون تلفنشون دارن و جو ها و چیزهای مختلف این اینچنانی روی تلفن ظاهرا پیدا کردن اینجوری که گفتن پیدا کردن دلتا. که فکر کنم روی هر تلفنی بعد باشه وقتی یه اپلیکیشن هایی مثلا اضافه میکنیم به تلفنتون به خاطر این یک شخصی که واقعا باید قهرمان یک کشور باشه خیلی کشورها اینطوریه کسی که فعال حقوق زن فعال حقوق کودک فعال حقوق هرچی این این آدما باید قهرمانای ما باشن و هستن اونا در زندانن برای 14 سال محکومیت به زندان بعد قاتلین تو دولتن و خیلی جالبه همین رو میتونیم مقایسه کنیم مثلا توی افغانستان اون کسی که باعث بانی کشتن فرخوانده شده آزاد میشه توی ایران که همون قوانین و همون شرایط و قوانین شریعه است یه کسی مثل آتنا دائمی رو میگیرن زندان میکنن و واقعا به کمپین دفاع برای آزادی آتنا دائمی باید پیوست و ما از تمام بینندگان برنامه نان گلسترول می که کمک بکنن که ش... به این کمپین کمک بکنن، اعتراض بکنن و همه باید تلاش کنیم که آتنا دائمی و قهرمانانی مثل ایشون در زندان نباشن. بخش جدیدی در برنامه داریم به اسم لحظه ای از زندگی و در این بخش کوتاه میخوایم عکس یا کتاب یا فیلم یا هر چیزی که واقعا نشونه این هفته است و هفته ای که گذشت و برای ما یه عکسی از یک مرد محسن که جلوی بانکی در یونان روی زمین نشسته و داره گریه میکنه و این به کسیه کسی که بازشسته است کاملا معلومه که شرط قرار گرفته که احتمالا حقوق بازنشستگیش نمیتونه بگیره و یه لحظه ای که تبلور تمام اتفاقیه که توی یونان داره میفته که بازشست صف بستن جلو بانک حقوق بازشستگی و میدونیم که حقوق بازشستگان توی یونان نصف شده و بانک جهانی و اروپا میخواد اینا پس هم کمتر بکنن بیشتر که و دولت و مردم دارن مقاومت میکنن. یه چیزی که از این عکس واقعا نشون دهنده میدونین وضعیت وخیمی که این نوع سیاست ها روی مردم اروپا و جهان اعمال کردن ولی در ضمن همطوری که گفتین خب خوشبختانه همش فقط تاریک نیست اون اعتراضی هست تو یونان که به خیلی ها امید داده که شاید یه راهی باشه برای مقابله و واقعیتش اینه که هست این تنها راهشه برای مقابله با این نوع سیاست های ضد بشری خبر خوب این هفته از ایرانه و اینکه حکم اعدام سهیل عربی لغو شده و این واقعا خبر مسرت بخش خبر خوبیه و این دلیل نداره که سهیل عربی توی زندان باشه دقیقا دلیل نداره که تو زندان باشه دلیلی نداشت که حکم اعدام علیهش باشه یعنی واقعیت اینه که به خاطر یه به اصطلاح نوشته هایی رو فیسبوک میگن دشنامی کرده به پیامبر اسلام به خامنه ای و مسئولین دیگه جمهوری اسلام اینا رو, اینا رو بستن واقعیتش اینه که خب یعنی کسی تو این دنیای قرن بیست کسی به خاطر چیزی که تو فیسبوک نوشته حتی اگر نوشته بود نباید اعدام بشه و خب خوشبختانه الان این لغو شده ولی خب باید دید که پله بعدی چیه حتما باید آزاد بشه یعنی کسایی که هیچ جرمی انجام ندادن چرا بعد تو زندان باشن دقیقا همینطوره هم... همی این خبر خیلی خوبی نشون میده که جامعه ایران عکس نشون داده فشار آمده با تبلیغاتی هم که حتی تمام روزنامه‌های دست راستی وابسته به کسی که ظاهرا بهش توهین کردن آقای خامنی و حداد حد عادل تلاش کردن که بهش چیزایی ببندن که بتونن اعدامش بکنن ولی واقعیت طور دیگه بود و اعتراض جامعه و عکس جامعه و اجازه نداد این کارو بکنه و این خبر خیلی خوبیه برای خانوادهش و برای تمام فعالین حقوق بشر برای تمام فعالین کمپین برای علیه اعدام خبر خیلی خوبیه باید تلاش کرد که سهل عربی از زندان آزاد بشه و خب یه خبر خوب کوچولوی دیگه هم داریم براتون و اینه که الان مثل اینکه توی عربستان سعودی زنان میتونن رارندگی کنن یه نگاهی کنید خب چون رمزانه ما گفتیم که حتما یه کاری برای بله رمضان بکنیم هفته پیش خب به خاطر به سلامتی روزخاران شراب خوردیم به سلامتی همه شما و این هفته گفتیم که بعضی از جوکایی که داره در رابطه رمضان گفته میشه رو براتون بخونیم البته خب جوک گفتن ما مثل که خیلی خوب نیست ولی خب مال شما خوب, سع... خوب, مال, خوب مال بنده خوب نیست ولی خب بذارین چند تاشو بهتون بگیم یکی میگه که قدیما هر کس روزه نبود باید میرفت توی گوشه یه چیزی میخورد بقیه نبیننش ولی الان هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نباشه اکثر مردم غذا میکنه میگن که چرا برای توضیح میدیم جوکای خودتو بگو میگن که ماه رمزان سی روز تمرین و نمایش روزخوری در برابر خداوند پیشگاه و تئاتر خداونده به به و یکی دیگه از این جوکا میگه که قزنفر میگه که خدایا ماه رمضان مانند المپیک هر چهار سال یک بار اون هم در کشور مختلف بگیر که ما راحت بشیم میگن قزمفر دوباره رفته چیز کرده رفته روزه گرفته نیم ساعت قبل از که زمان روزه تمام شه شروع کرد تون تون بهش میگن که چرا چرا این کارو کردی بروزت باطل میگه میخوام نشون بدم که میتونم روزه بگیرم ولی نمیخوام این کارو بکنم در واقع خنده دار بود خنده دار نیست ببخشید سوال این هفته از تایه بس و کلا چند نفر دیگه هم از ما پرسیدن که چرا اسم برنامه‌مون رو گذاشتیم نان و گل سرخ و این اسم برمیگرده به یک اعتراض کارگران زن ریسندگی در آمریکا در سال 1912 که شعار اعتراضشون این بود که ما نون میخوایم ولی در زم گل سرخ هم میخوایم خیلی جالبه هم برای زندگی بهتر مبارزه میکنه برای زندگی بهتر با شادی و گل سرخ ارزش نداره و اینا باید با هم باشن و خیلی کار خیلی خوبیه فکر کنم خیلی خوب کاری کردی که اسم برنامه نان گل سرخ فکر کنم خیلی اسم زیباییه به خاطر اینکه واقعا اینه که حتی همه اعتراضات و جنگایی که یعنی برای آزادی و برابری و حقوق انسان ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم این همش آخرش تهش اینه که میخوایم مردم میخوایم خودمون بچه هامون همسایه که توش هستیم تر باشن زندگی بهتر رفاه و امکانات به علاوه شادی فکر کنم و یه, یه آهنگ هم برای این ساخته شده که یه, یه نوع آهنگ خیلی واقعا از این آهنگ اتحادیه کارگریه که خیلی جاها خونده میشه و یه فیلمی هست در رابطه با جنبش همجنسگرا که حمایت کرده بود از اعتصاب معدنچیان تو انگلیس و سعی میکنیم یک کلیپی از اون فیلم که این آهنگ توش خونده میشه رو براتون نشون بدیم و در ضمن چند وقت پیش که توی کنفرانسی بودم توی آلمان رئیس یکی از این سازم بزرگترین سازمان آتیست آمریکا قبل از سخنرانیم اومد این آهنگ رو روی پیانو برای من زد که بعد من اومدم صحبت کردم و یه کلیپ کوتاهی هم از اون براتون نشون میدیم اسم این شخص هست دن بارکر این ما میاره به آخر برنامه موقع خدافسیه نمیخوان در رابطه با کمک مالی بیشتر به برنامه نانو گل صحبت کنیم بله حتما همطور که خودتون میدونین ما یه کمپین کمک مالی در سایت پاتریان شروع کردیم 18 نفر عزیز و لذیذ کمک کردن و خب حتما شما اگر میتونین کمک کنین در زم به قول رضا مرادی برای پخش برنامه همونم. اگر بتونین کمک کنین خیلی عالیه الان تازگی برنامه که روی آتیست های ترکیه داشتیم به زبان ترکیه ترجمه شده و داره اونجا پخش میشه این کمک خیلی بزرگی خواهد بود در خود یوتیوب هم الان پنجمین کشورهای اصلی که دارن به برنامه نیگاه نگاه میکنن همه از جوامع اسلام زدن مثل عربستان سعودی و مصر و غیره به هر حال امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه تا هفته آینده هفته خوبی داشته باشین نوبت تو بای 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 And I'm Fariborz Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well, and it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a. Uh, year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos we discussed taboo breaking free thinking ideas the islamic regime of iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in middle east and north africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.